مدیریت زمان به معنی نیست که ما سوار زمان بشیم، نه، نشدنی هم هست. به معنی این که بهره‌وری کامل و حد اکثری داشته باشیم برای رسیدن به تعالی اخروی و سعادت دنیوی اخروی. حد اکثر بازدهی. آدمی که مدیریت زمان داره همه کارش انجام میشه، شرمنده مردم نمیشه. مورد بعدی تسریع در کسب و رسیدن به اهدافه. اگر مدیریت داشته باشه، طرف مدیریت زمان داشته باشه، بهره وریشو ببره بالا، میبینی طرف میره کلاس زبان 5 سال هیچ اتفاقی نیفته. انا ABCD داره میکنه. عدم اطلاعات اتلاف زمان به همراه داره. یکی از اصول دیگه اینه که باید اطلاعات کامل نسبت به کاری قبلش کسب کنی. و الا میشه کارای یلخی و هر دنبینی که تا دلت بخواد ریخت. افرادی رو دیدید به خاطر اینکه این تسریع در رسیدن به اهدافشون ندارن، به خاطر چی؟ به خاطر که همه کارو هیچ کارن. تشخیص اولویت ها از مزایای دیگه مدیریت زمانه. آدمی که مدیریت زمان نداره حاضر وقتشو برای همه کارا هدر بده. فلذا این آدم اصلا اولویت شناس نیست. آدمی که همه کاراش مهم باشه کار مهم نداره. اولویت ها رو میتونه مدیریت زمان به شما اولویت میده. وقتی قدر 24 ساعت رو میدونی، ضبط در 60 دقیقه‌اش میکنی برای بعضی حتی ثانیه، میگی من 10 دقیقه وقت بذارم برای این کار که چی؟ این اولویتی برای من نداره. خدا پدرتو بیامرزه. بعد چقدر آدم کم گناه میکنه. آقا نمیشینم تو اون جلسه‌ای که دارید مزخرف میگید، پشت سر یک آدمی دارید صحبت میکنید. نمیخوام زمانمو برای همچین چیزی تلف بکنم. بهتون بر میخوره، بر بخوره. خیلی بده، مفسده توشه، هیچی نمیگم. پا میشم میرم. ببخشید من کار دارم. هر کاری داشته باشی از اون بهتره که تو جلسه غیبت بشینی که پشت یک انسان دارن صحبت. ما روایت داریم کسی که پشت سر مؤمنی غیبت بکنه تا 40 روز نماز روزش اصلا خدا قبول نمیکنه. میگه برو تو پشت سر یه مخلوق من که من ازش راضیم داری صفحه میذاری، آبروی یک مؤمن رو داری میبری. مورد بعدی حذف امور کارها و کارهای زایده. یه آدمی که مدیریت زمان داره درگیر چیزای بیخود و بی اهمیت نمیشه اصلا. نه الزاما اون کار بد باشه ها، نمیصرفه، هزینه فایده میکنه، نمیخوام ولش. نظم یافتن امور. طرف کارش حساب کتاب پیدا میکنه چون بی‌نظمی اتلاف وقت میاره و بی زمانی بی‌نظمی میاره. اینا با هم رابطه مستقیم دارن، برگشت پذیر رابطه. یه آدم بی‌نظم دنبال همه چی باید بگرد. آی گوشی من کن، کلید من کن، برای که اهمیت نداره. الگو شدن برای دیگران. یک آدمی که مدیریت زمان داره الگو میشه برای بقیه. خیلی آدم شاخص میشه، تو چشم میاد. برای چی؟ به خاطر اینکه یک، کارش نظم داره، دو، نظم زیبایی میاره، کار زیبا جلوه میکنه، سه، چون مدیریت زمان داره به خیلی از کاراش میرسه، محبوبیت پیدا میکنه. یعنی از 10 فاکتور شما بگیرید N فاکتور هستن، 10 تاش به ذهن من نوعی برسه. این همینجوری عاملی میشه که شاخص باشه، تو چشم بیاد. عزت پیدا میکنه همچین کسی بین مردم. یکی از بدترین مسائلی که مردم رو از شما بیزار میکنه بدقولیتونه. بدقولی آدمو بیزار میکنه طرف مقابلش. برای اینکه آدم احساس میکنه که من برای این فرد ارزشی ندارم. قولی دادم، زمانی رو در نظر گرفتم، نتونستم چیکارش کنم؟ مدیریتش کنم. از دست دادمش رفته. یعنی عزتش رو طرف از دست میده. بعد معروف میشه به دروغگو. رسیدگی به همه امور زندگی. تربیت یک انسان مهمترین سرمایه است که از شما باقی میمونه. طرف همینجوری اوتوران بچه‌ش داره این ور اون میره، بر ننه بابای مرده دارن گناه می‌نویسن. هیچ چیز خوبی از خودش نگذاشته، هیچ چیز بدی هم گذاشته. فرزند اعمال متأخره. بعد تربیتش کرد. حالا این موقع از پدر مادر وقتشون رو گذاشتن. عوامل دیگه‌ای بوده؟ نه. خدا جای حق نشسته. خیلی از این بچه‌ها هستن با یه لبخند محتاج یه لبخند پدرشونن. مثلا برج زهرمار رو به طرف می‌کنه. همه خنده‌هاش برای بیرونه، برای کسای دیگه است. آمادگی داشتن برای شرایط بحرانی و به استقبال کارها رفتن. آدمی که مدیریت زمان داره عاجز نمیشه هیچ وقت. هر شرایطی براش پیش بیاد قبلا فکرشو کرده. چرا؟ چون یک فرصت برای تفکر، یک فرصت برای آینده نگری داره. یک فرصتی گذاشته برای اگرهای درست، نه اگرهای نادرست. تو آینده بعضی غور میکنن، تو آینده غرق میشن. اصلا اشتباهه، خیلی اشتباهه. طرف میبینه مثلا یه قاریش نمیاد، کل جلسه‌اش میتونه، برای اینکه آماده نکرده، در نظر نگرفته، نمیتونه. یعنی زمان نمیتونه شما رو تو بن‌بست بندازه، تو رو مدیریت کنه. تو سوار زمان. رفع حواس پرتی و کمک به حافظه یکی دیگه از کار مدیریت زمان. آدمی که زمانش مدیریت داره نظم زمانی پیدا میکنه، خودش حواسش هست، نمازش دیگه یادش نمیره، خیلی اهمیت داره. حواس پرتی هم طرف نداره، مردم از دستش ناراحت نمیشن. همیشه حرف همیشگی آخ یادم رفت، اگر نظم داشته باشه اصلا نبود اون کار رو حس میکنه، انگار یه کوهی رو پشتشه، شرطی میشه. به اون زمان آدم میتونه به همه کارش برسه، وقتی مردش هم میتونه استفاده بکنه. مورد 14 بالا رفتن ضریب بهره‌وریه، یعنی استفاده بهینه از شرایط و افزایش بازده. من از یه وقت مرده‌ای که میخواستم تو ماشین بشینم ماشینا رو نگاه کنم استفاده کردم، افزایش بهره‌وری داشته بر من. کمبود خواب داشتم، تا هم ماشین گرفتم خوابیدم. خوابت مثلا دیگه بالای 6 ساعت هرچی بخواب بیشتر خوابت میاد و اون خواب 7 ساعت هفتم ساعت هشتم اثری در تو که نداره. میدونید که کاهش حافظه‌ام داره. مورد 15 هم عرض بکنم، امکان پیشرفت و بهره بردن از روش‌های جدید و نوین فقط برای کسی پیش میاد که مدیریت زمان داره. می‌بینی چرا؟ چون فرصت داره. کسی زمانش مدیریت نمی‌کنه، وقت کم نمیاره، به آینده فکر میکنه، به روش‌های جدید فکر میکنه که بهتر باز بهره‌وری داشته باشه، به افزایش کارایی فکر میکنه، خلاقیت برای همچین آدمیه. اصلا روش‌های نوین مال آدمایی که مدیریت زمان داره. ادیسون توی قطار که میرفت مسافرت میشست دو تا چهار تا میکرد، یکی از واگن‌های قطار دربست میگرفت کار آزمایشی میکرد، همونجا میشست کار میکرد. و من یه تایمی دارم هر روز بعد با قطار برم اینور بیام، من استفاده میکنم. مردم با مراجع ما، با رفت آمد مراجع ما زماناشونو تنظیم میکردن. این عیناً برای امام خمینی نقش شد دیگه. تو نوفل لوشاتو همسایه روبروی امام میگفت من دیده بودم که این آقا ساعت 9 صبح از این بالکن میاد میره تو این شو، همیشه 9 صبح. خیلی‌ها رفت آمد انقدر دقیق باشه مردم ساعت مردم بشه، وقت براشون ارزش داره. همین آقای ادوارد شوارتناتزه، وزیر امور خارجه شوروی، ابرقدرت، یکی از دو ابرقدرت دنیا، اومده بود گفته بودن به امام، گفته بودن ساعت 9:30 صبح باش جلسه داری. ساعت 9 برداشت شده آورده بودن. امام هم ساعت 9 تا 9:30 برنامه رسیدن به اخبارش بود، یعنی اخبار روز رو چک می‌کرد، خودش پخش زنده اخبار رو گوش می‌کرد. خیلی مهمه که دورش نزنن، کاغذ بره، اگه مسئولی فقط کاغذی بشه، کاغذش بده. میگه اون آدمی که کاغذ رو میده میخواد مدیریت خوش خوب نشون بده، میگه همه چی آرومه، درسته، همه خوبن فلان. نه، امام مستقیم گوش میکرد. اومدن گفتن آقا ادوارد شوارتناتزه اومده. خب اومده که اومده، این نگفت ساعت 9:30. خب حالا زودتر اومده. خب بیخود کردی زودتر آوردید، اشتباه کردی زودتر آوردید. آقا الان تو بحث دیپلماسی این مد آوردین منتظر بشی معنی میده فلان. گفت من زمانم اینه، 9 تا 9:30 برای این کاره. رفتن سراغ آقای هاشمی، گفتن آقای هاشمی بیاد به امام بگه. آقای هاشمی اومد 10 دقیقه، گفت وقت خودتو تلف نکن، 9:30 میاد. میگه سر 9:30 شد، میگه امام اومد تو، یه پارچه میجود دستش، میگفت با همون لباس معمولیش. میگه اومد نشست، پارچه‌شم پهن کرد روی پاهاش، نشست. خوب بگید حرفشو بزن. من خود ادوارد شوارتناتزه فیلم نشستی که کاغذ دستش اینجوری میشه. خود این میگه من جلوی رئیس جمهور آمریکا رفتم، بالاخره ابرقدرتی بودن، میگه من جلوی هیچ کس اینجوری احساس ابهت نکردم. عزت میده بهت، نه فقط بگن بخاطر زمان شناسی صرفا عزت به وجود اومده. نه، یه آدمی که اینش درسته بقیه کارش هم درسته. پزشک امام میگه من آدمی رو ندیدم تو این دوره پزشکیم مثل ایشون سر ساعت دواشو بخوره، قرصشو بخوره. گفت اصلا انگار اخبار میخواستن اعلام بکنن. بیازش پرسم جریان چیه؟ میگه امام جواب داد، گفتش که من شرعاً مسئولم، اون دنیا از من میپرسن تو این دارو رو دیر خوردی باعث شد عمرت اینقدر کمتر بشه. گفتم شیعه اصلا نسبت به عمرش مسئوله، من نظر توی متخصص رو دارم اجرا میکنم، تو اینجا تو این حوزه تو مجتهدی. اگر من و شما برای هر دقیقه $1 در نظر بگیریم، کشتن وقت کشتن هزینه نیست، خودکشی است. این خودکشی از حرفای معروف حوزه مدیریت زمانه. وقت کشی نیست بگی من وقت کشتم، خودکشیه.